اقدام های وهابیون علیه پیروان اهل بیت اسمت و تعالت علیه در زمینهای های مختلف در جهان ادامه دارد. در همین راستا یک روزنامه اندونزیایی فاش کرد که رسانه های وهابی علیه شیعیان ادعاهای دروغینی را تبلیغ و مطرح می کنند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. روزنامه اندونزیایی گساری با انتشار مقاله ای ادعاهای دروغینی که رسانه های علیه پیروان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام درباره برخورد و عبادت تبلیغ می کنند را رد کرد این روزنامه در مقاله خود نوشت پس از سلسله بررسی و گفتگوها در این باره بی اعتبار بودن ادعاهای وهابیت درباره تفاوت قرآن کریم در اعتقاد پیروان اهل بیت علیه السلام با مذاهب دیگر مشخص شد ایلوانور پرستیوی در مقاله خود تاکید کرد سنت های عبادی در اندونزی پس از ورود اسلام به این کشور کاملا یکسان است مهمترین مسئله در این زمینه یادآوری واقع دردناک آشورا در دهم محرم هر سال است وی افزود پیروان همه مذاهب به خصوص منطقه سوماترای غربی در مراسم ماه محرم که به زبان محلی تابوت نامیده می شود شرکت می کنند. در این مراسم به طور نمادین پیکر امام حسین علیه السلام تشیع می شود و به قبرستان محلی که به ذریح کربلا معروف است برده می شود. در پایان این مقاله به نقل از سوتان تقدیر نویسنده عدیب و مورخ مشهور اندونزیایی آمده شاید اولین مذهب اسلامی که وارد اندونزی شد مذهب شیعه بود حتی مدتها پیش از رسیدن مدارس دینی دیگر به این کشور